درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از گریه ها و نمایش جدید الهام چرخنده جلوی دوربین. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. به همین اول فصل لباس به پر خادمیم قسم من با التماس به شهزاده نپوندم. گفتم من میدونم من به دردت نمیخورم ولی قسمتون میدم به بیبی شهربانو که امام حسین ما دوماد ما ایرانی هست، قسمتون میدم به حرمت همسرش من نگردنی یک جایی شاید به دردت خوردم، منم قد بلندم، بذار اونا اشتباه بگیرن منو بزنن. نمیدونم چجوری بگم، دیگه نمیتونم اعتراض کنم، بگم آه برم بگم حالا بابویه کنم یا حضر زنب ببین دارن مردم چی کار میکنن، ببین دارن بهم میگن نمیدونم چی با فامیلیم هم شعر ساختن تا تهمت فرشو هم رفتن فلان. الهام چرخنده بازیگر، مجری و مستندساز ایرانی که فعالیت‌هاش رو از سال 75 با بازی در فیلم عروسی مهتاب شروع کرد، حالا همه ما می‌دونیم که در سال‌های اخیر چقدر حاشیه‌ساز و جنجالی بوده. اون که با همسر سابقش فرشید نوابی در دهه 80 برنامه بسیار پربینندهی به نام ستاره مهاجر رو در شبکه ماهواره‌ای مهاجر ساختن و پخش کردن که یه جورایی تقلیدی از امریکن آیدل و برنامه های استعدادیابی خارجی بود، حالا در سالهای اخیر مثل فامیلیش چرخیده و 180 درجه تغییر کرده. اون با یک تغییر جنجالی و پرحاشیه تبدیل شد به یک کارشناس دینی و مذهبی و حتی کسی که ادعا کرد 3900 نفر با کمک‌ها و مشورت اون با حجاب و چادری شدن. الهام چرخنده در یک مصاحبه تلویزیونی در سال 93 با نامیدن علی خامنه‌ای به عنوان نایب امام زمان تبریک نوروزی خودش رو تقدیم اون کرد. این عملش واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. بعد از اون هم که ازدواجش با یک روحانی که چندین سال از خودش کوچیک‌تره و بعد هم حرف‌ها و اختلافاتش با پسر کوچیک‌ترش ارسطو که حاصل ازدواج دومش با فرشید نوابی بود در فضای مجازی بسیار حاشیه‌ساز شد. اون حتی مدتی پیش در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود که دوست نداره در قطعه هنرمندان دفن بشه. هرچند که این صحبت‌هاش از دیدگاه هنرمندان و همکاران سابقش بسیار توهین‌آمیز بود، اما خودش گفت که من دیگه بازیگر و هنرمند نیستم. هرچند که این بازیگر محجبه و جنجالی از نظر خیلی از همکارانش آدم بسیار مغرور و متفاوت و حتی بدی بوده، تا جایی که اکثر اونها از دستش شاکی بودن، حالا حرف‌های بسیار عجیبی میزنه. این خانم بازیگر در مصاحبه اخیرش گفته کربلا به نظر من از سربریدن امام حسین شروع نمیشه. البته خاک بر سر من که این حرف رو دارم میزنم. به نظرم از قول ما رأیت الا جمیلا شروع میشه. یعنی این دختر علیه. میخوام برسم به حرفی که خیلی ها میگن از این حرفایی که پشت سرت میزنن ناراحت نمیشدی. مجری هم در ادامه گفت خیلی ها هم منتظرن که دوباره شما تغییر رویه بدی و به جهتهای دیگه ای بچرخی. دوباره یه روز یه الهام چرخنده دیگه ای رو ببینن. که اون در ادامه سری گفت خواهش میکنم این حرفا رو نزنید، خواهش میکنم نگید، اینطوری نمیشه، چون همیشه میگم یا ابوالفضل یا بابل هوایج، اگر داشتم در مسیری میرفتم که مسیر شماها نیست پامو بشکنید، چشامو کور کنید، اگر قرار باشه چیزایی رو ببینم که خلاف مسیر شماهاست. اصلا آقا هر جا میرم بشم نمک پاش پر کن شماها، یه رزقی بهم دادن که دیگه غذاهای دیگه بهم مزه نمیده. چرا اصلا باید مردم اینطوری فکر کنن؟ منی که همش دعا میکنم برای همه، همین یه چیز همیشه اشکمو در میاره، واقعا میترسم راستش. و در ادامه هم با بغض و اشک گفت از اینکه اکسیژن نداشته باشم دوباره برگردم به تاریکی ها، نه نه اینطور نمیشه. مامانم هنوز داره تو سجادش واسم دعا میکنه.
بذارید یه چیزایی رو بهتون بگم. توی این قصه توی کربلا وقتی من اومدم، مثل هر آدمی که یه کمی تخیل داره، خودم رو اونجا قرار دادم. میای توی شب واقعه قرار میگیری و آدم میشه رویا پردازی کنه. امام حسین میاد، آقا ابوالفضل عباس میاد، حضرت زینب هست، سپاه دشمن هم روبرو هستن. من بارها از خودم پرسیدم الهام، اگه تو اون شب بودی میموندی؟ میدونی فرداش چه خبره ها؟ سرا رو میبرن، تکه تکه میکنن، خار مغیلان هست، تازیانه داره. به همین ابوالفضل عباس، به پر خادمین قسم، من با التماس پیش حضرت زینب میموندم. بهشون گفتم من میدونم که به دردتون نمیخورم آب، ولی قسمتون میدم به بیبی شهربانو که همسر امام حسین بوده، یعنی امام حسین داماد ایرانی هاست، قسمتون میدم منو نگه دارید، شاید یه جایی به دردتون خوردم. من قد بلندم، بذارید اونا اشتباه بگیرن منو بزنن. نمیدونم چه جوری بگم، این اشکه واسه حال خوب کربلاست، از ضعف نیستا. مگه میشه شما تو کربلا باشی و اشک نریزی، تشنه نمونی، خم نشی؟ برای همین دیگه نمیتونم اعتراض کنم. یا حضرت زینب، ببین مردم دارن چی میگن، دارن با من چه رفتاری میکنن. ببین حتی با فامیلیم شعر ساختن، تا تهمت فحشا هم رفتم. میدونستم این راه خار مغیلانم داره. یه وقتایی دیده بودم پسرم ارسطو داره بازی میکنه، وقتی میخواد بره مرحله بعد باید یه سری امتیاز و سکه بده که اسلحه بگیره. اولش کارم رو دادم، گفتم آقا بفرما، این هنرم، این کارم. سر آوای باران که من بازیگرش بودم و مردم کلی استقبال کردن و دوست داشتن، بعد از اون با حجاب داشتن من یه دفعه منفور شدم. محبوبیتم رو دادم، در قبالش هم خب یه چیزایی به هم دادن دیگه، من دیگه به اونا دل خوشم. تا جایی میای جلو که میشی زهرایی، یکی در مقابل همه، حتی خانوادت و بچه‌هات هم ممکنه تو رو دیگه قبول نداشته باشن. این نمکی که خوردم اما پاش میمونم. در مقابل قسمهایی که خوردی بهت میگن حالا اجازه میدی عفتتو هر روز نشونه بریم، بچه هات هم همه جا بخونن؟ واسه یه زن، واسه یه مادر چی مهمه جلو بچه هاش هر روز بگن مادرت اینطوری اونطوری خجالت بکشه؟ من بی سواد پرگناه کجا اصلا؟ خادمی آقا کجا؟ مدتی پیش هم یکی از همکاران و همبازی‌های الهام چرخنده در آخرین سریالش یعنی آوای باران مصاحبه‌ای کرده بود و حرف‌های جنجالی زده بود. اون گفته بود کار در کنار الهام چرخنده برام خیلی جالب بود. از ایشون سعی می‌کردم یاد بگیرم. من کم سن و سال و کم تجربه بودم. بعدش که زندگیشو تغییر دادن، که البته به نظر من کاملاً به خودش مربوطه، خیلی قضاوت شد، خیلی حرف‌ها درباره‌اش زده شد که به نظرم کار درستی نبود، چون ممکنه هر کدوم از ما در آینده تغییراتی بکنیم. همین الانم ماها آدم‌های 10 سال پیش نیستیم. هر آدمی آزاده که در زندگیش تصمیم‌های جدیدی بگیره و مطمئناً با رفتارهاش و خوبی‌ها و بدی‌هاش به بقیه چیزهای یاد میده. بعد هم در ادامه گفت ما با عوامل سریال به یه شهری دعوت شده بودیم. اونجا یه سری اتفاقهایی افتاد که باعث شد خیلی ناراحت بشم. من یه جورایی سنم از همه کمتر بود. خیلی کم تجربه بودم. اون سریال هم اون زمان خیلی پرطرفدار و پربیننده شده بود. ما بازیگران جوان اون سریال بودیم و مردم همش میومدن و دوست داشتن با ما عکس بگیرن و ازمون امضا بگیرن. و اون بازیگرای بزرگتر مثل خانم چرخنده ناراحت شده بودن. یه روز توی هتل من انقدر ناراحت بودم که چرا اصلا اومدم این سفر رو، کلی گریه کردم. حتی به مامان و بابام زنگ زدم و گفتم. این آدم همش داشت اذیت میکرد. حتی من شنیدم چند بار که به عوامل اون سریال میگفت چرا این بچه ها رو از تو خیابون پیدا کردید آوردید گذاشتید جلوی دوربین کنار ماها که قد بکشن دیده بشن، حالا برداشتید ما رو آوردید، مردم ما رو تحویل نمیگیرن، همش میان با اونا عکس میگیرن. من انقدر ناراحت شدم که حتی تا صبح نخوابیدم. مادر و پدرم هم به هم گفتن توی هر کاری اینجور آدم ها هستن، نباید ناراحت بشی. منم بعدش از اون آدم فاصله گرفتم. بعد از اون سریال این خانم بازیگر تغییرات شدیدی کرد و کلن یه آدم دیگه ای شد. بعد از اینکه برگشتیم چند وقت بعدش چادری شد و کلن مدلش عوض شد. جوری شد که همه تعجب کردن. به نظرم تصمیمی بود که دلش خواسته بود و گرفته بود. حالا در مورد دلیلش بعضیا میگفتن خواب دیده، بعضیا میگفتن اتفاقاتی توی زندگیش افتاده که این تصمیم رو گرفته. ولی هرچی که بود خیلی عوض شد. مدتی پیش هم روشنک عجمیان بازیگر ایرانی در
مصاحبه‌ای باز هم حرفهایی در مورد الهام چرخنده زد. اون در مورد پروژه مشترکی که با این خانم بازیگر داشت گفت که ما مسیرمون حدوداً با هم یکی بود و راننده سرویس اول دنبال من میومد و بعد ایشون رو سوار میکرد، موقع رفتن هم اول من رو پیاده میکرد و بعد ایشون رو. مدتی بعد اما دیدم رفتارش با من عوض شد. اونطوری که مثل قبل حتی سلام علیک میکردیم هم جواب سلام من رو نداد. به هم گفتن که از این مسئله شاکیه که چرا منی که یه بازیگر شناخته شدم باید با روشنک عجمیان که یه بازیگر تازه کاره سرویسمون یکی باشه. بعد هم حتی کار تا جایی پیش رفته بود که گفته بود در شهرستانی که قرار بود برای ادامه فیلم برداری بریم من نباید باشم، وگرنه اون دیگه نمیاد و کار و نصف کار رها میکنه. که حتی اونها تصمیم گرفتن نقش من در شهرستان رو کلن حذف کنن تا این خانم بازیگر به کارش ادامه بده. من اون روزها نمیدونستم که حاملم و انقدر ناراحت شدم و گریه کردم که همون شب بچه‌مو از دست دادم و راهی بیمارستان شدم. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.